نتایج مطالعات تخصصی از سوی دانشگاه شیراز نشان می‌دهد که در نتیجه فرونشست زمین در مرودش، شکاف نیمتری تا 70 سانتی‌متری در منطقه تاریخی نقشه رستم به وجود آمده است. بر اساس نتایج مطالعات تخصصی طی سال‌های 2021 تا 2023 که تحت عنوان پروژه به دانشگاه شیراز محول شده است، میزان سطح فرونشست در دشت مرودش به دست آمده که نتایج این مطالعات در قالب گزارش به سازمان زمینشناسی تهران ارائه شده است. نتیجه این گزارش ها حاکی از آن است که شکاف های بسیار عظیمی در سطح زمین دشت مرودش به پهنای نیم تا 70 سانتی متر ایجاد شده است و در دشت شیراز هم شامل محدوده دریاچه مهارلو تا شمال غرب شهر در نقاطی فرونشست رخ داده است. مریم دهخانی عضو هیئت علمی بخش مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست مهندسی دانشگاه شیراز به خبرگزاری این ناگفته است که این شکاف ها به فاصله 10 تا 15 متری منطقه باستانی نقشه رستم ایجاد شده که هر ساله با اینکه این شکاف ها با شن و ماسه پر می شوند اما دوباره سرباز می کنند. او همچنین گفته است که اگرچه تخت جمشید تحت تأثیر فرونشست قرار ندارد، اما در فاصله 300 متری آن به دلیل قرار گرفتن در سینه کوه، فرونشست حدوداً 10 تا 15 سانتی رخ داده است. خانم دهخانی فرونشست زمین در دشت مرودش را فاجعه آمیز می‌داند و می‌گوید که همه دشت مرودش درگیر این پدیده شده و وسعت و سرعت فرونشست زمین در این دشت پیشرفت قابل توجهی داشته است. مرودش تنها شهری است که تمام شهر دچار فرونشست شده است. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. کارشناسان روند برداشت بی‌روی از آبخوان‌های ایران را عامل اصلی پدیده فرونشست می‌دانند و وضعیت آن را در استان‌های تهران، البرز، اصفهان، فارس، کرمان، همدان، سمنان، قزوین، خراسان رضوی، خراسان شمالی و یزد بحرانی توصیف می‌کنند. محمد علی فهیمی رئیس گروه مطالعات آب‌های زیرزمینی شرکت سهامی آب منطقه استان یزد در این رابطه گفته است فرونشست زمین در برخی مناطق کشور تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است. رئیس سازمان مدیریت بحران ایران هم اعلام کرده که 602 دشت در ایران در معرض فرونشست هستند. امید فراغت روزنامه نگار از تهران با ما هستند. آقای فراغت سلام عرض ادب. درود و ادب و احترام به خدمت شما جناب آقای بهنام و دست‌اندرکاران برنامه و همچنین بینندگان عزیز تلویزیون امام حسین علیه السلام. آماده پاسخگویی به سوالاتتون هست. بزرگواریم آقای فراغت. آقای فراغت، عوامل فرونشست زمین در ایران چه چیزهایی میتونه باشه؟ بفرمایید. سعی میکنم پاسخ کلی بدم چون سالهاست که کارشناسان بارها درباره بحرانی شدن فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران و آسیب جدی که با آثار باستانی و تاریخی زده هشدارهای لازم رو دادن. اگر الان درباره فرونشست زمین در 300 متری تخت جمشید دچار نگرانی شدیم، باید گفت این نگرانی از قبل و از زمانی که برای مثال مسجد حکیم و عتیق، بقعه شهشهان، درب امام، حمام وزیر، مسجد و حمام علی قلی آقا و مسجد سید در اصفهان درگیر فرونشست شدن، این نگرانی ها بوده، اما متاسفانه تا به اکنون کاری صورت نگرفته. بازار وکیلی شمالی هم در شیراز دچار فرونشست و فروریختن شده. قلعه فلک الافلاک در استان لرستان هم در مرحله فرونشسته. تمام این هشدارها به صورت مکتوب و در قالب مصاحبه از سوی کارشناسا در سایت ها موجوده. متاسفانه واقعیت تلخ اینه که 18.5 میلیون هکتار از مساحت ایران که معادل 11% مساحت سرزمینی در حال فرونشسته. در خصوص سوال که عوامل فرونشست زمین چه چیزهایی میتونه باشه، باید بگم که حوادث طبیعی مثل زمین لرزه، آتش فشان، ایجاد گودال‌ها، ریزش و رانش زمین، گسل، رانش قاره‌ای، چین خوردگی، کاهش برف و
باران، بارش برف و باران و عوامل و حوادث انسانی مخصوصاً مثل افت سطح آبهای زیرزمینی به دلیل برداشت بیرویه آب، حفر چاه‌های غیر مجاز و عدم مدیریت صحیح آبیاری در بخش کشاورزی و همچنین در صنعت، استخراج معادن نفت، گاز و ساخت و ساز غیر اصولی، همه اینها باعث فرونشست زمین در نقاط مختلف ایران شده. در کل بحران آب اصلی ترین و مهمترین عامل فرونشست زمینه. با توجه به کمبود بارندگی ها در چند سال اخیر و کم شدن آب پشت سدها، برای تامین آب باید از آبخوان های زیرزمینی برداشته بشه که نتیجه این عمل از بین رفتن سفره های زیرزمینی و سس شدن خاک و فرونشست زمینه که بسیار نگران کننده است این موضوع. بله، پیامدهای فرونشست زمین در ایران چه آسیب هایی به ساختار تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی میتونه بزنه؟ اجازه میخوام پاسخ به این پرسش رو با وام گرفتن از مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان که با خبرگزاری مهر چندی پیش مصاحبه کرده بگم. ایشون گفته خطر یعنی 40 مدرسه در سطح استان اصفهان بر اثر فرونشست زمین آسیب دیدن و از این تعداد وضعیت 6 مدرسه از حد خطر آفرینی رد شده و مجبور به صدور دستور تخلیه اونها شده. متاسفانه نیمی از جمعیت 85 میلیون ایرانی در معرض خطر فرونشست زمینی قرار دارند. وقتی مصرف بالای آب در شهروندان ایرانی که در شبانه روز 300 لیتر، دو برابر میانگین جهانیه، قاعدتا عدم اصلاح الگوی مصرف در همه حوزه‌ها دیده میشه. متاسفانه ایران جز کشورهایی با بیشترین فرونشست زمینه، به حدی که میزان فرونشست زمین در ایران 90 برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته است که این واقعا احساس میشه فاجعه است. در حال حاضر 300 دشت ایران دچار این بحرانه. متاسفانه در برخی از دشت‌های ایران شرایط از فرونشست عبور کرده و زمین داره وارد مرحله بحرانی ایجاد فروچاله‌ها میشه. از مناطق با شرایط بحرانی میتوان به دشت کبودر آهنگ در اصفهان، دشت برامین، دشت نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نیشابور، دشت‌های استان کرمان، اصفهان، قزوین و همچنین دشت مروش اشاره کرد. مهمترین پیامد فرونشست زمین از بین رفتن دشت‌های حاصلخیز و نابودی خاک قابل کشته. زمانی که زمین نشست کنه، خاک متراکم و خشک میشه و مواد مغذی خاک از بین میره و زمین اون منطقه به کویر غیر قابل کشت تبدیل میشه. علاوه بر اینها آثار تاریخی و دیگر بناهایی که در دشت‌ها ساخته شدن و ارزش ملی و تاریخی دارن با فرونشست دشت‌ها از بین میرن. برای مثال تخت جمشید و نقش رستم در معرض فرونشستن. کاهش کیفیت آب و هوا، برای مثال فرونشست زمین در شهر کرد باعث ایجاد بیابان و هجوم ریزگردها و آلودگی هوا شده. تخریب خطوط ریلی هم همچنین، مثلا خط راه آهن شیراز و اصفهان در سالهای اخیر در معرض نشست قرار گرفته که در صورت تشدید این اتفاق منجر به از بین رفتن این خط ریلی خواهد شد. تخریب تاسیسات انرژی در دشت‌های جنوب ورامین، فرونشست زمین باعث سوس شدن خاک و ایجاد مشکل در پایداری دکل‌های انتقال برق شده. همچنین این اتفاق باعث در خطر قرار گرفتن لوله‌های انتقال آب و گاز و نفت در دشت‌ها شده. در کل عدم توجه به فرونشست زمین در ایران پیامدها و خطرات جبران ناپذیری برای ملت بزرگ ایران داره. آقای فراغت، برای جلوگیری از بحران فرونشست زمین در دشت‌های ایران چه تدابیری باید اندیشه بشه؟ جناب آقای بهنام، دنیای امروز دنیای واقعیت‌ها و عقلانیته. دنیای امروز بر مدار علم می‌چرخه. حضور در کره ماه، حضور در کره مریخ و دیگر سیاره‌ها فقط با علم امکان پذیر شده. تمام اختراعات و اکتشافات بشری توسط علم انجام میشه. برقراری تماس تصویری من با شبکه امام حسین علیه السلام هم توسط علم اتفاق افتاده. پس مملکت داری هم فن و هنره و باید با علم مملکت داری کرد. همه چیز در این دنیا با هم ارتباط دارن. دوست دارم با ذکر یک مثال موضوع رو روشن کنم. سالها بود که بین نجات یک زن و دست زدن به نامحرم تو کشور ما اختلاف نظر بود.
تا اینکه شهید مطهری گفت اگر دیدید زنی در حال غرق شدن، نجات جان بشر رو مهم بدونید و ضمن دست زدن به نامحرم جونش رو نجات بدید. همونطور که اگر شبه جزیره عربستان وجود نداشت اسلامی هم نبود، اگر ایران هم نباشه اسلامی در اون نخواهد بود. متاسفانه برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بیشتر حواس و ذهنیتشون در فضای حفظ شعائر و احکام اسلامیه. در نتیجه موضوع و اصالت مهم یعنی ایران رو فراموش کردن و بر همین اساس تازه متوجه شدن موضوع آب، برق، گاز، نفت و بی آبی میتونه باعث و بانی بسیاری از اتفاقات ناگوار مثل در کشور بشه، مثل جنگ های طایفه‌ای و قبیله‌ای در کم آبی هر لحظه ممکنه بروز و ظهور پیدا کنه توی کشورمون که بعضی از کارشناسان هم پیش بینی کردن. مسئولان جمهوری اسلامی باید با الگو گرفتن از کشورهای توسعه یافته نقاط ضعف مملکت رو برطرف کنند. ضرب المثل همنشینت به بود بهتر شوی میتونه سرفصل ادبیات ذهنی مسئولان جمهوری اسلامی باشه و با ارتباط گیری با کشورهای توسعه یافته تبدیل به حکمرانان بهتری بشن. حرف پایانی این که روش و منش‌های تکراری نتایج متفاوت تولید نمی‌کنه و با حلوا حلوا گفتن هم دهان شیرین نمیشه.